راجع مرجع التقليد، در اسلام مرجع التقليد خدا و رسوله. چرا؟ چون معصومان، قرآن و سنت. خدا یعنی کلام خدا یعنی قرآن، رسول یعنی سنت رسول یعنی سنت پیغمبر، بلکه این هر دو معصومند، سنت صحیحه با قرآن. در اسلام مرجعیت با وحیه. مولایان شیعه یا مدعی تشیع در راستای بازیشون با قرآن و با اسلام اومدن مرجعیت خدا رو گرفتن در خودشون. شما وقتی مرجعیت خدا و رسول باشه، نه خمس میدید نه بقیه افتضاحاتی که در همه مذاهب منحرف هست، آزاد آزاد میشید. علی مرجع تقلید نداشت و مرجع تقلید کسی هم نبود. از صدر اسلام تا الان در میان مسلمانان کسی مرجع تقلید نیست. مرجع تقلید همشون دو منبع، کتاب الله سنت رسول الله، جز فرقه زالهی به نام مدعیان تشیع یا امامی اثناعشری که اومده مرجعیت درست کرده. اینم مرجعیت انگلیس برشون درست کرد، همچنان که آقای عباس خویی میگه، پسر آیت الله خویی، در اوایل قرن بیستم. در اوایل قرن بیستم که انگلیس عراق رو اشغال کرد، از اونجا مرجع تقلید شروع شد. چرا؟ چون با یه نفر کار کنن راحت تره باشون. یه نفر که کار میکنه مثل آقای سیستانی، یه 200 میلیون رشوه بهش میدن تمام شد، کل مقاومت شیعیان رو میندازن دور. توجه میکنید؟ پس این مرجعیت هم ساخت بیگانگانه. ولذا آیت الله برقی راست میگه، خدا رحمتش کنه، میگه ما یهودی دیدیم از راه بی بی سی آقای بروجردی مرجع تقلید شد.